با درود و سلام خدمت یک که شما مخاطبین خاوری میدیا، هموطنان عزیز، از هر کجای از این کره خاکی که ما را بیننده هستید، دعای همیشگی ما اینه می بوده که جور و صحتمند باشید، کانون خانواده تان همیشه گرم باشد، تن تان سالم باشد. مهمان امشب ما آقای رضا علوی است که برای چندمین بار ما با هم گفتگو داشتیم، صحبت کردیم. صحبت های ما همیشه دوستانه بوده و یک مدت طولانی میشه گفت آقای علوی صاحب که آقای علوی در خاور مدیا حضور نداشتند و راجع به این هم صحبت میکنیم و یکی دو سه تا موضوع دیگه هم هست. بعد از سقوط حاکم جمهوری سابق به اصطلاح آقای علوی یک از کسایی بودند که من خودم شاهد هستم و شاهد بودم، برای هنرمندای عزیز ما بسیار زیاد تلاش کردند، در وزارت خارجه کانادا چندین بار مراجعه کردند، از طریق اینترنت در تماس شدند تا بتوانند حداقل این هنرمندار از افغانستان به کانادا منتقل بده، که حتی هنرمندایی که در درون پاکستان بودن اونا را هم در نظر گرفته بودن. جناب آقای لوی صاحب تشکر که باز هم شما را در این برنامه داریم بعد از مدت طولانی، اگر ما اشتباه نکنم شاید بیش از 24 ماه شود، اگر خود دقیق تر میدانی خود تایمش را دقیق تر بگوین بفرماین. اول اگر یک سلام علیک هست. ما اول یک سلام گرم و صمیمانه خود را خدمت یکایک مخاطبان عزیز و هموطنان شریف و عزتمند خود در سراسر دنیا که از طریق دریچه خاوری میدیا امروز بیننده و شنونده از برنامه شماست و از گفتمان دوستانه تقدیم میکنم و آرزومندی از این را دارم که همیشه هموطنان عزیز و شریف ما هر جای دنیا هستن نخست از آرامش روحی و فکری آرام باشن و با عزت باشن و در هر جای دنیا هستن موفق باشن و همچنین یک عرض سلام و ارادت مجدد و مکرر خدمت شما تقدیم میکنم خاوری عزیز، دوست بسیار نازنین و خوبیم که همیشه شاهد فعالیت های نیک شما بودیم، هستیم و همیشه هم مشوق بودیم و به عنوان یک از شنونده های خاوری میدیا بودیم. من بفرمایید، ما امروز در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم علوی صاحب، تشکر. و یک نکته دیگر هم فراموش نکنیم که بیشتر صحبت ما روی فرهنگ وطن ما هست، مخصوصا اموتر که من بارها یادآوری کردم افغانستان دارای فرهنگ های مختلف و فرهنگ های بسیار زیباست، از بدخشان تا قندهار و ننگرهار، هلمند و غزنی و بامیان و دایکندی و خلاصه از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب، تمام فرهنگ های وطن ما زیباست. در آستانه روز فرهنگ هزارگی یا فرهنگ آزرگی هستیم که چند روز دیگه بیشتر به 19 می نمانده، راجع به این هم صحبت میکنیم. حتما در خدمت هست. زنده باشین جناب آقای علوی عزیز. اولین صحبت را که یا یک سوال را ما از شما بپرسم، چرا این همه مدت در این مورد ما گفتگو نداشتیم؟ سوال معلقی را پرسان کردین. واقعیتش اولی که من نگران شده بودم، واقعیتش در یک مدت تقریبا بیشتر یا کمتر از یک ماه میشه که ما یک مقدار فعالیت های خاوری میدیا را کند و یا به اصطلاح یک کمی امیتر به انرژی احساس کردم و امروز جای شکر است که هم صحبت شدیم با هم تا همین صحبت را همراه با مخاطبان عزیز یک جا بشنویم دلایل چی بوده و چرا خاوری میدیا در این مدت یک مقدار کم فعالیت داره، آیا دلیل خاصی داشته در این مورد، و این را خواستم که همیتر در جمع مطرح کنم، در جمعی که دوستا و مخاطبای عزیز ما هم شنونده هستند. آقای خاوری عزیز، من بسیار در قسمت مسائل فرهنگی و مسائل هنری حساس هستم، این همه دوستان و همه مخاطبان می دانند.
شاید گفته بتونم که تنها دلیلی که میتونه در این مدت نتونستیم ما بیشتر با هم دیگر در تماس باشیم یا در گفتمان دوستانه ای که قبلا جریان داشت، شاید یک از دلایلش بوده که به گرفتاری های فرهنگی به خصوص مسئله هنرمندا باعث شد که من از خیلی فعالیت های فرهنگی که داشتم من اجتناب کنم یا حداقل اونا را بگذارم به کنار یا دوستا ادامه بدن و بیشتر روی این مسئله مزوم کردم که متاسفانه نتایجی که انتظار داشتیم از این قضیه به اون صورتی که هم ما هم خود هنرمندا هم جامعه آسیب پذیری هنری افغان هنری و فرهنگی افغانستان اون نتیجه را ما به دست نیاوردیم و متاسفانه هم خب برداشت ها و سوی تفاهم هم پیش آمد که اینا طبیعی است میپذیریمش. دیگر دلیلش فکر کنم که آقای خاوری عزیز همین میتونه باشه، کدام دلیل خاص در این مورد من خود حداقل شخصا ندارم، ولی برنامه های شما را همیشه تعقیب میکردم. تشکر از اینکه بعضی از دوستها بعضی اوقات از من پرسان میکرد آقای لوی کجاست، چرا با شما در برنامه نیست، چون آقای لوی اطلاعات خوبی را به نسل جوان از طریق دریچه خاوری میدیا منتقل میکرد، برنامه بسیار خوبی داشتن. خب ما در واقعیت میگفتم که آقای لوی مصروف است، اینم یک کلام، مصروفیت زیاد است. و راجع به تشکر. سوال شما متاسفانه آقای لویس به می 40-45 روز یا بیشتر از او یک اتفاق بسیار یک فاجعه بگویم رخ داده بود. یکی از نزدیک ها متاسفانه در کشور بلغارستان بر اثر تصادف یک بچه 19-20 ساله از بین رفته بود، مدت طولانی در سرطانه بود و فکر ما مختل شده بود. وقتی فکر یک فاجعه رو کتا فکر مختل شده، انرژی فعالیت را تایم فعالیت را از آدم میگیره. و به هر صورت ما هم یک انسان هستیم، الا با کمک دوستا هنوز هم بعض از کارهایش جریان داره، روی امی مصروف بدیم و اینمی مدت را که ما فعالیت نکردیم که البته یک فاجعه بود، خاوری میدیا هم آسیب پذیر شده و اینمی بود. آقای علوی صاحب ما همیشه کوشش کردم در پیش کمره دوربین با دوستان طور صحبت بکنم که اکثری وقت شما مرا میشناسین آقای علوی صاحب، همیشه پر انرژی و با انرژی باشون، بلکه برنامه خوب را تنظیم بکنیم، از امی درچه برای دوستان تقدیم بکنیم. خاوری میدیا بیش از 10 سال میشه تأسیس شده، تا به حال را فعالیت های ما موردی رضایت دوستان بوده و منتقدین خود را هم داشته. ما از دوستایی که همیشه با ما هم فکر بودن، نقد کردن، تشویق کردن، از کلگیشان تشکری میکنم، من جمله از خودت آقای لویشه. تشکر آقای خاوری عزیز. نخست مای مصیبت برای خودت، برای خانواده محترم و برای بستگان عزیزی از دست رفته من تسکیت ترس میکنم و یم بزرگی شما آقای خاوری رو میرسانه که تا جایی که من شاهد هستم و از نزدیک همیشه حس کردیم، همیشه در جریان بودیم، کوشش کردیم که در مصیبت هایی که سر مردم ما در طی مراحل مختلف پیش آمد بیتونیم با صحبت خود، با سخن خود، با یک فعالیت فرهنگی خود از امو سنگینی از او قضیه تا حدودی در توانی که داریم سبک کنیم. اما ای که این مصیبت یک زمانی به اصطلاح به خود آدم میرسه و خود آدم آسیب پذیر میکنه، امی که شما شریک نکردین امی ناراحتی تانه و امی مصیبتی وارد داره، ای خودش یک بزرگمنشی انسان میرسانه که ما کسایی بودیم که دا داشتیم در تحت هر شرایطی کوشش کنیم غم و غصه و رنج مردم خود کم کنیم، اما زمانی که یک
غم و غصه دامنگیر خود ما میشه، ای را کجا ببریم؟ واقعتش در این مدتی که سکوت کرده، درست است فعالیت های فرهنگی آدم آسیب پذیر میکنه در فضای مجازی و به خصوص انتظارات دوستا و هموطنان عزیز، اما ای که امین ناراحتی خود را با مردم خود، با دوستای خود و با مخاطبین خاوری میدیا شریک نکردین، نگم یک از بزرگمنشی شما را نشان میده که واقعا ما تنها شعار نمیدیم، ما به سخن خودم عمل میکنیم و با ما افکاری که داریم هم ایمان داریم که اگر بتانیم رنجی و غمی را از دل برداریم، اگر وگرنه حاضر نیستیم غم و رنج دل خود با مردم مشارک کنیم. اولا تشکر که آقای علوی صاحب، در این مورد دوستان زیاد از ما پرسیدن و سوال کردن، مخصوصا ما یک از اونها رو نام میبرم، آقای هادی سلطانی که با شما در یک کشور مقیم هستند، از نزدیک هم ایشان رو میشناسین، یک از هنرمندای بسیار خوب ما هست. چند روز پیش صحبت کردیم، گفت که خاورمیدیا کمرنگ شده. ما در حقیقتش صادقانه گفتم، گفت که خاور میدیا یک رسانه فرهنگی هست، آنچه که مربوط خودت میشه صفحه شخصیت هست، پس فعالیت های فرهنگیت را انجام بده. فکر نمیکنم که در قرن 21 در چنین شرایط و چنین مقطع زمانی دوستا سوی برداشت بکنم. کاملا یک نظر منطقی و یک نظر درست را ایشان فرمودن، ایشان میشناسم و هم اتفاقا دیروز با ایشان هم صحبت بودیم. بله ایشان درست فرمودن، با بعضی وقتها ناگزیری های میه برای آدم که در تحت یک شرایط روحی و روانی قرار میگیره که تصمیم گرفتن در امو زمان هم برای خود آدم هزینه داره، هم برای فامیل و بستگان داغ دیده ما هزینه داره. این یک چیزی که به درکزی برای افراد متفاوت است. شاید برای مایی که به اصطلاح در بین خانواده، یا شمایی که در بین خانواده بین دوستا همیشه مطرح هستین و فعالیت های شما زیر نظر هست، تبیس یا گلگو میتونه باشه. یعنی اگر فامیل انتظار داشته، بستگان انتظار داشته، دور از انتظار نیست، قابل درک است، ایره من درک میکنم و از مخاطبای خاور میدیا هم همچنین انتظار داریم که موضوعات بعضی وقتا به ما هم اجازه بدن که غصه بخوریم، به ما هم اجازه بدن که نفسی بر گرفتاری های خود داشته باشیم، یک نفسی هم که دوباره تجدید انرژی کنیم. یک و من خواهش میکنم از شما آقای خاوری عزیز، درک میکنم که غمی که وارد شده غمی اندکی نیست، چون همین که آدم در ملک غربت تحت این شرایط با صد آرزو و امید و ای که یک آینده برای خود بسازه خارج میشه و در این دنیای غربت با زندگی ویدا میکنه، خود از درد است، خود از درد به این خاطره که از بین آتش ما بلند میشیم تا خود نجات بدیم، اما در بیرون در جایی که به اصطلاح احتمال زیر هست که ما در امنیت و آسایش هستیم، در اینجا که همچون مصیبت ها دامن آدم میگیره واقعا دردناک است، و بخصوص هم نسل جوان ما که همیشه قربانی شدن. دقیقا. خب فضا برای دوستایی که بیننده هستن، ما معذرت میخواییم کمک تراژدی شد. آقای علوی صاحب، بر میگردیم به مو صحبت های اولی را که ما با دوستان شریک کردم. شما ما شاهد بودم که تلاش های فراوان برای نجات دادن هنرمندان از افغانستان کردید. فقط خیلی کوتاه اگر خواهش بکنم، نتیجه چی شد؟ چون ما می دیدم که یک موضوع دیگر هم باید شریک بکنم، ما در کشورهای غربی که زندگی میکنیم، نه پارتی بازی در اینجا می چلا، نه رشوه می چلا، یعنی امو کار قانونی و اداری را ما هم خودم، شما هم شاهد هستین، بعض از دوستان شاهد هستن، برای بعض از دوستان هنرمند ما انجام دادیم، ولی نتیجه مثبت نگرفتیم. آنچه را که ما متوجه شدیم، دوستا از ما رنجیده. بله این آقای تقصیر ما فکر نمی کنم که باشه.
آقای خاوری عزیز، من روزی که با دوستایی که اهل نظر و اهل اعتبار بودن و شناختی داشتیم و فعالیت هایی که از بر میگردن با سالهای 2006 2007 در ما انجمن هایی که با هم بودیم، وقتی من میره با دوستان مطرح کردیم خواستار از ایشون که یک طرح جامع، یک طرح باشه که شامل تمام هنرمندان باشه، شامل اونایی باشن که واقعا مستحق هستن، و ما شاهد از این قضیه بودیم که در بیرون کردن افراد آسیب پذیر از افغانستان اشتباهاتی بسیار بسیار بزرگ رخ داده بود. روی از این حساب ما کوشیدیم که تمام اون بهانه هایی که از طرف نهادهای دولتی گرفته میشه ما اینا رو جلوش گرفته باشیم، به می خاطر ما طرح جامعه داشتیم برای از این کار، و انجمن زنان و انجمن جوانان و خانه افغان فرهنگی افغان کانادا و دو نفر از هموطنهای ما که در دفتر مهاجرت کار میکردن اینا با ما بودن، و همچنین از برادرای اسماعیلی ما که اینا خودشان در اینجا سازمان و نهاد و تشکیلات های خود دارن، نماینده شاه اسمت خان با ما بودن. این در ایجام ما خوشبختانه تنها نبودیم، با این صدا همه هموطنهای ما که حرفشان و سخنشان شنونده داشت با ما یک جا استاد شدن و تا روز آخر را. و در دمادمی که طرحها پذیرفته شد از طرف ما، دو سه جلسه در خود وزارت مهاجرت داشتیم با معاون وزیر مهاجرت و با پرسنل بالایشان، حتی به این نتیجه هم ما رسیدیم که اینها 100% این طرح پذیرفتن، و بسیار هم تشکری کردم که شما 50% اون مسئولیت هایی که مربوط به ما میشد شما به دوش گرفتین، و بسیار هم استقبال کردن و ما هم بسیار امیدوار شدیم. و یک هفته بعد از جلسات رسمی که با اینا داشتیم، ما اینا اعلان کردن که ما در 28 اگوست ما یک قراردادی را با دولت پاکستان امضا کردیم که تا از او قرارداد کسایی که شامل لیست شما هست از افغانستان خارج میشن، اینا را به وزارت داخلی از او کشور منتقل کنن، که این افراد در ایام عبور از مرز نیاز به اسناد و نیاز به بازپرسی و نیاز به اصلاح به مزاحمت نداشته باشد. تا این حد اینا با ما همکاری کردن. اما قضیه اوکراین که پیش آمد تمام مسائل را 180 درجه تغییر جهت داد، و یک هفته بعد که تا به ما اعلام هم کردن که شما آدرس های و گروه هایتان آپدیت کنین، که ما در غزنی گروپ داشتیم، در بامیان گروپ داشتیم، در مزار، کابل، هرات، پاکستان، ایران و هند، برای تمام هنرمندای ما، چی هنرمندایی که در جامعه هزاره بود، چی هنرمندایی که در اکادمی موسیقی افغانستان بود و در انجمن هنرمندان افغانستان بود و نمایندایشان در هند بود، در لندن بود، با ما در تماس و کنتک بودن. و اینا بعد از یک هفته متاسفانه به ما اعلان کردن که ما بسیار با تاسف ایره ابراز میکنیم که موقعیت اضطراری مهاجرین افغانستان از موقعیت A به موقعیت F انتقال پیدا کرده، این سیاست های کلی دولت است و ما نمیتونیم خارج از اقدامات فوری و جهانی، سیاست های جهانی دولت عمل کنیم، بنان اولویت خاص با تمام امکانات برای جابجایی مهاجرین اوکراین قرار گرفته، و ما تنها همکاری که میتونیم با شما کنیم اسپانسرها را مسئولیتاش میاریم پایین. این از لحاظ اقتصادی شما اگر کسایی را پیدا کنید برای هر برای هر فامیل یا هر شخص، ما از 5 نفر اسپانسر به 3 نفر اسپانسر ما تقلیل میدیم، و یک مقدار ملاحظات را هم ما می داشته باشیم، چون شما خودتون در خارج زندگی میکنید، کسی را که اسپانسر کنید باید توان اقتصادی تامین و شخص داشته باشیم. اینها حتی ما مسئولیت های تضمین مالی را هم از دوش اسپانسرها یک مقدار سبک کردن، که ما حتی اعلام کردیم رسمی که شما دوستا، هنرمندا، فرهنگی های عزیز، اگر در خارج در اینجا کسی را داریم که شما را اسپانسر کنه، یا فرم هست که او رو پر کنه، مسئولیت شما را بپذیره، از لحاظ اقتصادی ما به شما به مو اسپانسرتان تعهد بدیم که هیچ گونه مسئولیت مالی نداشته باشه. ما را اعلام کردیم در گروهم و هنرمندای خودم اعلام کردیم، و به اشخاصی که اسپانسر می شدن با اینا هم ما گفتیم که ما به شما تعهد میدیم که شما چگونه مسئولیت مالی ندارین، ولی ای از لحاظ حقوقی باید فرما پر شود، اگر که اینه برای دولت هم یک بهانه باشه و برای ما هم به اصلاح راهکاری باشه که ما بتونیم کار کنیم، که حتی
شما در اروپا زندگی میکنید، قانون اسپانسر اونجا رو نمیدانیم. در اینجا هم باید هر اسپانسر، سه اسپانسری که به اصطلاح اسپانسر میشتن، از 32 کیلومتر نباید بیشتر از هم فاصله میداشتن میداشته بودن، و اینا حتی اون محدودیت ها متاسفانه رو پیدا کردن چنین اشخاص هم کاری بسیار بزرگ و حتی وزارت مهاجرت این همکاری را با ما کردن که میتونه اسپانسرای شما سیتیزن کانادا باشه. یعنی محدودیت ملیتی، محدودیت کشوری، محدودیت به اصطلاح زبانی و نژادی و حتی مذهبی وجود نداشت. یعنی میتونست اسپانسر یک فرد، یک هندی باشه، یک پاکستانی باشه، یک کانادایی باشه، فرق نمیکرد، نه تنها از افغانستان. ولی ما موفق نشدیم دینی عرصه اسپانسرایی را پیدا کنیم برای هنرمندای خود که اینا بتونن هنرمندان اسپانسر کنند. به می خاطر تا هنوز دولت کانادا نه جواب رد کاملا 100% به ما داده و نه جواب از این که ما کی عمل میکنیم. منتها به ما گفتن که ما اولویت ما دادیم به 800 نفر از هموطنای ما که اینها از 12 آگوست به بعد از میدان هوایی کابل ماندن و اینا قبلا هماهنگ شده بودن. کمی 800 نفر را اینا در طول امی یک سال از پاکستان کشیدن که 7-8 ماه اینا دمو هوتلی که مانده بودن خرجش هم اینا میدادن. و واکنش دوستایی را که وعده کرده بودین چی بود؟ خیلی خلاصه آقای علوی عزیز، چون وقتی ما روز اولا به تمام هنرمندایی که لیست کرده بودیم به همهشون اعلام کرده بودیم که شما هیچ گونه جا به جایی نمیکنین، جا مکان انتقال نمیدین، کدام اسناد و مدارک هم به اصطلاح تهیه نمیکنین، چون مسئولیت روادید با دولت کانادا است. دولت کانادا شما رو میپذیره، باید مسئولیت پاسپورت تمام مسئولیتش به عهده بگیره. ما این موضوع رو با اینا صحبت کرده بودیم، اما متاسفانه خب وقتی کار نمیشه، وقتی یک به مشکل یک چالش برمیخوره، طبیعی است که واکنش ها کاملا منفی و خیلی کم ما واکنش هایی را داشتیم که مثبت فکر کنن و بیشتر منفی بودن، و ما این حق میدیم به هموطنان خود، چون به قول یک از هنرمندای ما که ما در داخل چای سیاه یا گودال سیاهی افتادیم که هر دستی که برای نجات ما به اصطلاح درار شود ما پیش میکنیم، اما زمانی که به اصطلاح به ناامیدی بر بخوریم طبیعی است که این واکنش ها را داریم و ما هم به ایشان حق میدیم. آقای لوی صاحب، از اینکه یادآوری شد صحبت ما دوستانه هست، ما معذرت میخوایم که بعضی وقت چای می نوشم. چای یک از جزء فرهنگ ما سو برادر. میخواستم امیر بگویم. آقای لوی صاحب، شما زحمت های خود را کشیدین. راجع به فرهنگ صحبت نکنیم، شما یک از پاسبان فرهنگ ما بودین، خواهش خدمت میکنم. کردین، هنرمندان رو تشویق کردین، دوستای فرهنگی ما را، شاعرها را، هر کاری که از دستتان برآمده صادقانه باید گفت دریغ نکردین. در آستانه 19 می هستیم که فکر میکنم 2 هفته دیگه بیشتر نمانده. این روز را نامگذاری کردن به نام روز فرهنگ هزارگی، که بعضی دوستا هستن در تلاش هستن، مخصوصا همین چند روز پیش یک از دوستا انجینر صاحب سلطانی فکر میکنم با ما تماس گرفتن، در برنامه لطف کرده بودن، گفتن که شما رو دعوت میکنیم راجع به این موضوع صحبت شوه که چطور ما این روز را بتانیم در تقویم افغانستان یا بیرون از افغانستان در هر کجایی که هستیم ثبت بکنیم به این روز. به نظر شما چی راهی را باید ما طی کرد تا به میخواسته بسیار معقول خود برسیم؟ آیا امکانش هست به نظر شما که یک روز جهانی شناخته شود به اصطلاح، مثل روز زن داریم، روز مرد داریم، روز پدر داریم، روز مادر داریم؟ ببینین آقای خاوری عزیز، هر مناسبتی که در درون یک کشور، یک جامعه، یک فرهنگ و یک کتله از مردم تبدیل به مناسبت میشه، یک بستر را برای خود باز میکنه، یک هویت را برای خود باز میکنه، طبیعیه که با چالش متفاوت و گاه متضاد برخورد میکنه. و اولا من از فاطمه آقای یک تشکری و قدردانی کنم که
با اقدام و پشتکار و تلاش های خودشان بودن و بعضی دوستایی که در کویته هستن که اینا کوشیدن و تلاش کردند که همچون روزی را به مناسبت روز فرهنگی هزارگی نامگذاری شود. البته که مناسبت های بسیار جامع تر از این در درون افغانستان از جشنواره دنباره گرفته داخل مناسبت های دیگه و نامگذاری شهر غزنه و نامگذاری شهر بامیان به عنوان یک میراث فرهنگی تمدن شرق وجود داشت. ولی به هر حال وقتی این روز بین مردم پذیرفته شد، من خودم که یکی از منتقدین از این روز بودم، وقتی این مثال دیدن که بستر پیدا کرد، هویت پیدا کرد و این روز تانست مخاطب پیدا کنه، بیاین دست به دست هم بدیم، رنگین ترش کنیم. و رنگین تر از این روز فواید خود داره، ای که ما بیایم زیبایی های جامعه خود را به نام روز فرهنگی هزارگی، به نام روز فرهنگی ازبکی، به نام روز فرهنگی تاجیکی، به نام روز فرهنگی پشتون چرا نامگذاری کنیم؟ چرا ما شرم میخوریم از زیبایی های خود که به عنوان یک نماد مردمی و یک نماد ملی ما اینا رو چرا نداشته باشیم؟ این هاست که با وجود ما، با بودن ما و با همزیستی ما و با برای همدلی ما و برای از اینکه اینمی پولهای مشترک است که ما را با همدیگر نزدیک میسازه، کاری که فرهنگ میکنه، کاری که هنر میکنه با خدا هیچ مکتب نمیکنه. چون سخنی که ظرف سخنی که یک شاعر برای بیان درد ملت خود، برای خواسته های ملت خود مطرح میکنه، پاکترین ظرف است، زیباترین ظرف است و او ظرفی که هنرمند استفاده میکنه و او ظرف که در قالب فرهنگی استفاده میشه، در واقع ظرف های بسیار زیباست از سخن گرفته تا نمادهای فرهنگی. اینا میتونه ملت ها را به هم دیگر نزدیک کنه، اینها میتونه کدورت ها را از بین ببره، فاصله ها را از بین ببره. چرا اینا رو ما دفاع نکنیم و چرا اینا رو به برای گسترشش، برای جا افتادنش، برای نمادین شدنش و برای یک زیربنای محکم برای رفع آسیب پذیری یک جامعه ما از اینا استفاده نکنیم؟ و ما باورمند بایستم که بله، این روز 19 می در آینده میتونه به عنوان یک نماد ملی در درون کشور ما، به عنوان یک نماد منطقی و به عنوان یک نماد جهانی برای یک کتله از مردم، برای یک فرهنگ یک کشور مطرح شود و صحبت شود. و خوب است که ما در روز فرهنگی جامع تر فکر کنیم، اقوام مختلف سر کنیم و بهانه های از این روز فرهنگی در کنار هم داشته باشیم، سخنورایشان را، هنرمندایشان را، فرهنگیایشان را دعوت های داشته باشیم در این روز فرهنگی، از انجمن های مختلف، از اقوام مختلف که بیاین شما هم زیبایی هایتان را به اشتراک بگذارید که ما شرکت کنیم. این زمینه هاست که این زمینه هاست که امی نفرت ها را از بین میبرد. جامعه ما یک جامعه خطر آفرین شده بود در طول 40 سال، در طول 40 سال بحران، و این 40 سال بحران به سادگی نمیشه ازش گذشت، به سادگی نمیشه ترمیمش کرد. تنها راه فرهنگی و هنری است که میتونه اینمی بحران ها را کمرنگ کنه، خوبی ها را بیشتر کنه، زیبایی ها را بیشتر کنه، و روز فرهنگی هزارگی یک از بهانه های زیبای این روز است. بله آقای علوی صاحب، پیشتر از روز جشن دنبوره و غیره غیره یاد کردیم، فعلا شرایط افغانستان مقدر خراب است که امکان تجلیل از چنین روزها امکان پذیر نیست. یک از خوبی های کمی روز در کشور پاکستان توسط فعالان یا دوستای فرهنگی ما تعداد گذاری شده، ما ازشان قدرگذاری میکنیم، سپاسگزاری. و ما بکشیم، تلاش بکنیم، اینمیتر که شما یادآوری کردین، ما در هر کشور، در هر شهر انجمن های فعال داریم، این از امی روز تجلیل بکنه. کاری را که شما پیشتر گفتین، دوستای فرهنگی ما میتونن، دوستای فرهنگی ما در قالب کارهای هنری ایشان میتونه، هیچ کس کرده نمیتونه. پس ما خواهش ما از تمام دوستایی که در این بخش فعال هستن قلم بزنن، کارهای هنری انجام بدن و از این روز به صورت یک زیبا باید تجلیل شوه. و همچنان اونطور که یادآوری کردی، دوستای وطندارای دیگه ما، پشتو، تاجیک، ازبک، پشهی، بلوچ،
هم چون این روز را نامگذاری بکنن، شاید هم داشته باشه من خبر نداشته باشم، اونا هم تجلیل بکنه و ما را دعوت بکنه، اگر از طریق شبکه های مجازی میشه، اگر حضوری میشه، ما بسیار با علاقمندی شرکت میکنیم. آقای علوی صاحب، هر ساله روز فرهنگ هزارگی بیشتر با نماد لباس تجلیل میشه، ما مگر یک فرهنگ، یک جامعه فقط تنها در لباس خلاصه میشه؟ نه، ما پرسش ما در این قسمت در شما است که چی کار را باید انجام بدیم که حداقل از مرز لباس عبور بکنه. ما دمیج یک نکته خدمت تا نرس کنم که لباسی که بانوان افغانستان می پوشن و خصوص می بانوان هزاره و می مردم هزاره ما، فکر میکنم در قالب هر دین و هر بینش مذهبی و هر بینش اجتماعی مناسبترین لباس است و زیباترین لباس، چی از لحاظ تنارایی، چی از لحاظ زیبایی ها و ترکیب های رنگ، و چی از لحاظ از که برخواسته از امو هستی و طبیعت زیبا و سبز و گلشن آقای افغانستان است. علوی صاحب، آقای خب لطفا خواهش بکنم یک مرگ اجازه کوتاه بدین. دایی هیچ شک نیست که دایی هیچ شک نیست، البته ما من امینجا یک در نکته طول دیگر پرسش هم ما منظور مثلا یک طور دیگه میپرسیم، میدونم. نه نه من دوستای پرسش شما را هنرمند ما گرفتم، نه پرسش شما را گرفتم، میخواستم که یک تنبوره، نکته را تنبوره جزء فرهنگ ماست، گویی نکته را اشاره کنم آره نکته را بفرمایید. اشاره کنم نکته ای بود که امین لباس ها، ما امروز لباس پنجابی رو ببینید، شما مردم هند از لباس پنجابی یک تجارت جهانی دارد. چرا ما به مو فرهنگ خود آنقدر ارزش قائل نشیم، آنقدر هزینه قائل نشیم که ما هم لباس های افغانی رو در مجموع هزارگی، پشتونی، ازبکی، تاجیکی فرق نمی کنه، ما چرا تولید لباس در سطح منطقه نداشته باشیم؟ یک موضوع که کم و کسری نداره از لباس های تجارتی که امروز به نام لباس پنجابی فروخته میشه، به نام لباس هندی فروخته میشه، چرا ما نداشته باشیم؟ یک موضوع ای که روز فرهنگی با این نماد آغاز شده برای من خیلی یک گام زیباست، یک حرکت خوب است. اما در کنار از این من عرض کردم که در روزهای یا سالهای اولی که روز گرفته شد، مناسبت هایی که ما داشتیم، مناسبت ها بسیار جامع و جهانی و ثبت شده بود، یعنی به این مفهوم که مثلا روز جشنواره در سازمان یونسکو ثبت شده بود، در کشورهای منطقه ثبت شده بود، میتونست با بیت بهانه ها گرفته شد، حالا نشد، مسئله نیست. شما این مثال مثال موفق است، ریشه کرده و هویت پیدا کرده و بستر پیدا کرده، امروز است که ما ایره غنامندتر بسازیم. در کنارش باید در همچون روز فرهنگی افتتاح کتاب ها، افتتاح نشرات شعر، مقاله و کتاب های اجتماعی باشه. در کنار از این روز هنرمندای ما با تمام جدیت کارهای جدید هنریشون را موکول کنن و همچو روزی و در همچو روزی بله و در همچو روزی اما کار زیبای هنریشون را به نمایش بگذارن، به معرفی بگذارن. و از طرف دیگه ما از انجمنها، از کتله های مختلف، از نهادها و از انجمنهای رسمی که در امو حیطه، در امو جغرافیا، چی در پاکستان است و چی در کشورهای غربی است، ما دعوت کنیم. یک بهانه خوبی است برای از اینکه اشتراک فکری داشته باشیم، به خاطر از اینکه ما بتونیم اینمی فاصله ها را کمتر کرده بریم. بنان این روز فرهنگی تنها به لباس نیست، باید در این روز ما پیام های مشخص، پیام های به اصطلاح بسیار روشن و پیام های بسیار همدلی و همگرایی را در سطح منطقه ما باید پایه‌گذاری کنیم که ما بتونیم از این بهانه روز فرهنگی یک دستاورد و یک بهره خوب و جامع را در نظر بگیریم و داشته باشیم و این انتظار را داشته باشیم. چون وقتی که یک پیام روشن شما به هر مناسبت باشه، شما در سطح کشور، منطقه و جهان شما دادن نتانید، طبعا انتظار زیرم ندارین که به جای ثبت شود. ما باید در این قالب های مختلف هنرمندای ما، نویسندای ما، قلم بندسای ما، هنرمندای ما، حتی سیاسونی ما، سیاسونی ما در این روز باید تپ و تلاش کنم که این زمین بهانه های مردمی و مردم پذیرفته شده، بله، و جامعه پذیرفته شده، باید سهم بگیرن و تلاش شو کنه که در همچون بهانه بتونیم ما
سخن خود را از این طریق به جامعه و جهان برسانید. تشکر آقای لوی صاحب، بسیار توضیحات عالی و واضح برای دوستای فرهنگی و هنرمند ما سیاسونی ما بود. ما 2 دقیقه دیگه فرصت داریم، متاسفانه تایم زوم تمام میشه. اگر گفتنی دیگه داشته باشین کاملا در اختیارتان است، و اگر نه مجبور هستم با شما خداحافظی بکنم، گرچه که تایم بسیار کم مانده، زیر 2 دقیقه مانده. بسیار خوب جناب آقای خاوری عزیز، امیدوار هستم که اولا فعالیت های خاوری میدیا به امو سیستم و به مو سبک عادیش برگرده و فعالیت های شما را چشمگیرتر ببینیم، و از روز فرهنگی هم که در پیش روی داریم من انتظار مزیست که تمام هموطنان ما بیاین در هر بهانه مختلفی که ما و شما را میتونه در کنار هم داشته باشه، ما و شما را میتونه در سر یک سفره، در سر یک محفل پای ما را بکشونه، استقبال کنیم، اقدام کنیم و دست بالا بزنیم که یک کار مفید فرهنگی و هنری را به سهم خود در اون روز ما هم به نمایش بگذاریم. این انتظار ما، خواهش ما از تمام هموطنهای شریف ماست در هر کشور و در هر جای است، حتی در فضای مجازی. چه خوب است که شما بیاین از یک زیبایی یک کتله مردم دیگر شما استقبال کنید، ما شما استقبال کنید، بین فرهنگ امیر بینان یک بینش کلی ما مطرح بزنیم که زیبایی های مشترک خود را مشترکانه تجلیل کنیم، مشترکانه حرمت بگذاریم. ما یک نکته دیگر هم اضافه بکنم، از دوستای هنرمند ما از هر قشر و اقوامی که هستن هم خواهش میکنیم و هم دعوت میکنیم که در روز فرهنگ هزارگی یا هزارگی سهم بگیرن. ما استقبال میکنیم و تشکری میکنیم. علوی صاحب ممنون از شما، وقت تمام میشه. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، بسیار از شما هم سپاس جامع گذارم صحبت خاوری کردین. عزیز، از همه دوستا و شنوندایی که صحبت ما را شنیدن منتظر نقد، پیشنهاد و محبت های شما هستیم، قربان همیشه شما، شما را با خود داریم. سلامت تشکر باشید، آقای وقت خاوری خوش، عزیز، خداحافظ. وقت شما خوش، خداحافظ شما. خداحافظ.